قبله هشتم در شوق تولد امام جواد علیه السلام غرق در نور و سرور است. اینجا مشهد است، جنت الرضا. شیفتگان اهل بیت از نقاط دور و نزدیک آمده اند تا ولادت امام جواد علیه السلام را به امام مهربانی ها تبریک بگویند. السلام علیک یا امام رضا. آقایتون ممنونتی که در شب تولد پسرتون ما رو پذیرفتی. تولد یگان پسرش رو بهش تبریک میگم. امیدوارم تنها عیدی که تو این شب خدا به همه بنده ها لطف کنه فقط فرج آقا باشه. من اومدم تولد پسر امام رضا رو بهشون تبریک بگم و ازشون بخوام که برم کربلا. میگویند مظهر جود و سخاست. او بعد از شهادت پدر بزرگوارش در سال 208 هجری قمری در سن 8 سالگی عهده‌دار امامت شد. امام هم در زمان حیاتشون توجه داشتن به مؤمنین، به شیعیان، و هم بعد از شهادتشون این کرامت و این جود و احسانشون بوده که در تمام امورات و در تمام رزقهایی که ما بهش نیاز داریم توسل به حضرت جواد بسیار مجربه. امام جواد علیه السلام در مدت 16 سال امامت خود مکتب علمی اجتماعی شیعه را جلوه خاص بخشید. امروز وظیفه ما اینه که در جوار علی ابن موسی رضا زیر پرچم امام زمان علیه السلام زندگی کنیم و هر چی که امامای ما بر ما زحمت کشیدن، مخصوصاً امام جواد علیه السلام، بتونیم تو زندگیمون خرج کنیم و در صراط مستقیم قرار بگیریم. پیرو ایشون باشیم و در برابر سختی‌ها و تهدیدهایی که آمریکای خائن و آل سعود ما رو تهدید میکنه، بعد در برابرش مقاومت نشون بدیم. در این شب فرخنده ملائک به زمین میآیند تا همراه شوند با شادی مؤمنانی که شیفته این امام رؤوف هستند. امام رضا تکیگاهش حاجت ها روا میشه با نگاهش. هرچند دست ما از آستان تو کوتاست، اما دل بر ذریح دیر آشنای تو بسته ایم تا با کراماتت گره گشای ما باشی. سعید قربانپور، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام.